سرخط خبرها، قطع دستان 4 تن در محضر عام در کندهار، بازداشت غیر نظامیان در پنجشیر، خیانت هولناک جنرال سمی سادات در حق ارتش پیشین و همچنان در پایان بازوی راست جبهه مقاومت قطع شد. طالبان در ورزشگاه ولایت کندهار 9 تن را در محضر عام مجازات کردند. با گزارش اسپوتنیک، منابع ملی در کندهار میگویند که طالبان روز سه شنبه 27 جدی در ورزشگاه ولایت کندهار 9 تن را در محضر عام مجازات علنی کردند. با گفته گواهان، در این مجازات علنی طالبان دستان 4 فرد را که به اتهام دزدی بازداشت شده بودند در برابر چشمان مردم قطع کردند. 5 متهم دیگر نیز که به اتهام رابطه پیش از ازدواج و جرمهای جنایی بازداشت شده بودند، دوره زده شده بودند. بازداشت غیر نظامیان در پنجشیر. بازداشت 15 غیر نظامی از سوی طالبان در ولایت پنجشیر. به گزارش اسپوتنیک، طالبان 15 غیر نظامی را در 2 روز گذشته از منطقه آبدره ولسوالی آنابه ولایت پنجشیر بازداشت کردند. با گفته منابع محلی، بیشتر افراد بازداشت شده کهنسالان و نوجوانان هستند. منابع تصریح می کنند که طالبان این افراد را به بهانه داشتن سلاح در خانه بازداشت و زندانی کردند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نمی گویند. بازداشت غیر نظامیان در پنجشیر در حال افزایش یافته است که به تازگی استخبارات طالبان در کابل و ولایت‌های شمال از وکلای گذر خواسته تا فهرست نظامیان ویژه حکومت پیشین و افراد را که با خارجی‌ها کار کردند تهیه و در اختیار این گروه قرار دهند. جنرال سمی سادات: هر پیلوتی که افغانستان را ترک می‌کند برایش $5,000 می‌دهیم. گفته می‌شود این نوارهای تصویری مربوط به سمی سادات یکی از جنرالان پیشین و نزدیک به اشرف غنی است که در زمان مأموریتش در کابل ثبت شده است. او میگوید هر پیلوتی که گویا به امریکا می رود برایش $5,000 داده می شود و خانواده های آنان نیز به امریکا انتقال داده می شود. شمار این کار جنرالان جمهوریت را خالی کردن میدان جنگ به سوی طالبان عنوان می کنند. منبع: گفته می شود علی احمد عثمانی که از سوی حوزه غرب کشور در جبهه مقاومت حضور داشت، از مقامش کنار رفته و دیگر در جبهه حضور نخواهد داشت. این در حالی است که تعداد از فرماندهان بدخشان، کودامن و شمالی بزرگ چند قبل رای خود را جدا ساخته بودند. تناقض گفتار با رفتار. پرونده رابطه های خارج از ازدواج و فساد طالبان قطور است. روزنامه اش صبح گزارش می‌دهد ادامه اش: رابطه خارج از ازدواج مقام های طالبان. شمار از فرماندهان و جنگجویان گروه طالبان در جریان بیش از 1.5 سال گذشته علاوه بر تجاوز جنسی و نکاح اجباری و زیرسان در یک هفته 2 زن گرفته و همچنان مرتکب رابطه خارج از ازدواج شدند. تنها در جریان یک ماه گذشته یک مورد رابطه خارج از ازدواج از سوی یکی از مسئولان بلندپایه محلی این گروه در ولایت قندهار به ثبت رسیده است. منابع محلی در قندهار روز سه شنبه 6 جدی به روزنامه 8 صبح گفتند که نورالله عادل، رئیس محیط زیست طالبان، هنگام برقراری رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده است. همزمان با این، یک منبع معتبر به روزنامه 8 صبح تایید کرده که رئیس محیط زیست طالبان در قندهار به ارتکاب فساد اخلاقی و رشوه‌ستانی نیز متهم است. منابع به این روزنامه گفتند که عادل خسربره محمد یوسف وفا ولی طالبان برای قندهار است و احتمال می رود به زودی بدون مجازات از بند رها شود. منابع محلی روز یک شنبه 8 عقرب به روزنامه 8 صبح گفتند که سید مهدی، رئیس دفتر مولوی عبدالرؤوف، رئیس استخبارات طالبان در بامیان، به اتهام برقراری رابطه خارج از ازدواج با یک زن شوهردار و صاحب 4 فرزند از سوی ملا عبدالله سرحدی، والی طالبان در این ولایت بازداشت شده است. افزون بر این، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت فرا نیز هنگام برقراری رابطه خارج از ازدواج بازداشت شدند. منابع روز پنجشنبه 26 سنبله به روزنامه 8 صبح گفتند که مولوی عبدالجبار، رئیس مبارزه با حوادث این گروه در ولایت فرا، به صورت بالفعل در هنگام برقراری رابطه جنسی بازداشت شده است. منابع تایید کردند که مقام‌های محلی این گروه در تلاش مخفی کردن این موضوع هستند.
در این گزارش از رابطه های خارج از ازدواج اینها سر به عنوان نمونه ذکر شده است. موارد زیاد از این دست در شبکه های اجتماعی نیز موجود است و منابع متعدد محلی نیز وقوع چنین رویدادها را تایید می کنند که در گزارش به آنها پرداخت نشده است. تجاوزهای جنسی مقامهای طالبان. مولوی شریف عامر حوزه دوم طالبان در شهر میمنه بالای همسر یک عضو خیزش‌های مردمی نظام پیشین در ولایت فاریاب تجاوز جنسی کرده است. مولوی شریف روز جمعه 11 سنبله در دفتر کارش بالای انیسه 29 ساله تجاوز کرده است. شوهر انیسه در نظام قبلی در صفوف خیزش‌های مردمی فعالیت داشت و پس از سقوط نظام پیشین به ایران مهاجر شده است. منابع می‌افزند که مولوی شریف نخست انیسه را به بهانه بازجویی در دفتر کارش خواسته و بعداً بالای او تجاوز کرده است. نکاح اجباری. دخترانی که نکاح اجباری با طالبان را رد کنند بازداشت و حتی کشته می‌شوند. طالبان علاوه بر برقراری رابطه خارج از ازدواج و تجاوز جنسی، زنان و دختران را به زور نیز به نکاح خود در می‌آوردند. منابع معتبر محلی روز شنبه 26 سنبله به روزنامه 8 صبح گفتند که طالبان در ولایت فاریاب با توسل به زور دختران جوان را به عقد خود در می آورند. یک منبع به روزنامه 8 صبح می گوید که مسئول استخبارات طالبان در ولسوالی چلگزین ولایت پس از آن که از خوازگاری دختر در فاریاب پاسخ رد دریافت کرد، شب هنگام وارد خانه او شده و برادر دختر را بازداشت کرده است. به گفته منبع، مسئول استخبارات طالبان در ولسوالی چلگزی حبیب الله برادر این دختر را پس از بازداشت به شدت شکنجه کرده است و منبع می‌افزاید که این مسئول طالبان در فاریاب به حبیب الله هشدار داده است در صورتی که دختر را به او ندهند تمام اعضای خانواده‌اش را نابود می‌کند. افزون بر بازداشت، برخی از دخترانی که درخواست نکاح اجباری فرماندهان طالبان را رد کرده کشته شدند. منابع محلی روز یک شنبه 15 مقرب به روزنامه 8 صبح گفتند که ملا یاسین عامر امرالمعروف نزد منکر طالبان در ولسوالی شلگری ولایت بلخ یک دختر جوان را با شلیک گلوله کشته است. منابع تایید میکنند که این دختر جوان پس از آن از سوی ملا یاسین کشته شد که درخواست ازدواج با او را رد کرد. آصف وزیری سخنگوی فرماندهی امنیت طالبان در بلخ ضمن تایید این رویداد از بازداشت ملا یاسین خبر داد. در عین حال منابع معتبر تایید کردند که ملا یاسین پس از سپری کردن زمان اندکی در فرماندهی امنیت طالبان در ولسوالی شلگری بلخ از بند رها شده است. منابع مردمی همچنان در سمنگان به روزنامه 8 صبح تایید کرده است که طالبان در ولسوالی روی دوآب این ولایت بر دو دختر جوان تجاوز جنسی کرده و سپس آنان را به قتل رساندند. این منابع روز شنبه 3 جدی به روزنامه 8 صبح گفتند که دو نگهبان ملا شمشاد ولسوال طالبان در روی دوآب در روستای سرخ قلین ولسوالی بر این دو دختر تجاوز جنسی کرده و سپس آنان را در مقابل چشمان خانواده هایشان سر بریدند. به گفته منابع محلی ملا شمشاد پس از آن که این دختران از سوی محافظینش مورد تجاوز قرار میگیرد دستور میدهد تا این دو دختر را به اتهام زنا بکشند. قاری انس یکی از افرادی است که بر این دختران تجاوز کرده و پیش از کشتن آنان با قربانی عکس‌های یادگاری از او گرفته است. او و یک محافظ دیگر ولسوال طالبان پس از بازداشت هنگام رابطه جنسی از بند رها شدند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب نمایید.